سلام. بعضی از آدما تو زندگی هستن که همیشه حالمون رو خوب میکنن، یعنی با حرفاشون، با ایفای نقشه که حالا تو زندگیمون دارن حال ما رو خوب میکنن، لبخند رو لبامو میشنن و این برای همه مردم خیلی سخته که عشق تو چشم این آدم رو ببینن، چون همیشه عادت داشتن لبخند تو لباشون ببینن. اما امروز سیامک انصاری که یکی از این آدم هاست عزاداره برای دست دادن پدر عزیز و بزرگوارش و مراسم ترحیمش تو این مسجد برگزار شده. با ما همراه باشین تا این گزارش رو ببینین. اگه میشه فاطمه برای روح پدر سیامک انصاری عزیز بخونید. که شما روزای خوبی با سیامک انصاری سپری کردین، حضورتون امروز بگین و تسلیت. عرض کنم که انجام وظیفه سیامک یکی از بهترین دوستاییه که تو این حرفه پیدا کردم و امیدوارم که خدا بهش صبر بده برای این ماجرای تلخ و سخت. سامه درخشانی، تو این روزا رو تجربه کردی خودت؟ بله. در قمت دستان پدر روزای سختیه. بله، روز بسیار سختیه. ایشالله که قم آخرش بشه سیامک عزیزم و از این به بعد تو شادی ها من شرکت کنیم. من از طریق این برنامه هم، یعنی از طریق این شبکه تیوی پلاس، بازم تسلیت میگم. ایشالله که سود بتونه این قم فراموش کنه. خیلی تسلیت میگم دیگه. من متاسفانه اول شروع دوستیمون هم با مراسم ختم برادر سیامک بود. دوستیمون از اونجا خیلی جدی شروع شد تا الان و واقعا تسلیت میگم. واقعا تسلیت میگم. غم از دست دادن پدر خیلی سخته. انشالله که خداوند به خودش و خانواده صبر بده. امیدوارم که سیامکشون، میدونم خیلی سخته، خب منم برادرم از دست دادم، از عزیزترین کسانم برادرم بوده. میدونم که از دست دادن پدر خیلی سخته، خیلی سخته. واقعا پدر بزرگترین پشتوانه هر کسی تو هر سنی به نظرم. امیدوارم که خدا به خودت و خانوادت صبر بده، به خودت، به خانومت، به خواهرت، به برادرت، به کل خانواده صبر بده و اینکه هر جا لازم باشه امید حاجیلی مطمئن باش در کنارت هست تو هر لولی که لازم باشه. واقعا اینو از صمیم قلبم دارم میگم. قربونت برم، ان شاءالله که غم آخر باشه. من از صمیم قلب تسلیت میگم به سیامک عزیز و خانواده محترمشون. غم از دست دادن پدر و مادر غم عجیبیه، در واقع بخشی از وجود آدم با خودش میبره و امیدوارم که خداوند صبر بده به سیامک و خانواده عزیزشون. تسلیت میگم به سیامک عزیز. امیدوارم خدا بهش صبر بده و امیدوارم خودش و خانوادهش همیشه سلامت باشن. سخته تو این شرح صحبت کردن. تسلیت میگم خیلی سخته دیگه. امیدوارم خدا قدرت بده، صبور باشه سیامک و دوست داشتم همیشه تو جشن‌ها شادیا باشم. ناراحت. روحشون شاد باشه، ایشالا غم آخرتون باشه سیامک جون. خدا بهت صبر بده، حوصله که بتونی خانواده‌ت رو حفظ کنی. سیامک دوستای عزیز من بود، پدر بزرگوارش من میشناختم. ایشالا خدا مادرش براش نگه داره، براش آرزوی صبر دارم. به هر حال سخت‌ترین چیزی که در دنیای نفر میتونه تجربه کنه از دست دادن پدره.
خسته نباشین، حضورتون امروز بگیم و در انتهای هم یه تسلیت از طریق دوربین با آقای انصاری باشه. اتفاق بدیه دیگه، آدم عزیزشو که دست میده اتفاق بدیه، ولی دم همه گرم که اینجوری حمایت میکنن دیگه. مخصوصا این قش و این صنف شاید این شانس رو دارن که توی لحظات سخت آدمای زیادی کنارشون هستن. من به سیامک به خانواده‌اش تسلیت میگم، شده که غم آخرشون باشه، هیچ وقتم غم نبینن. بالاخره سیامک مثل برادر برام و داغ سنگینی هم هست، امیدوارم که باهاش کنار بیاد و خیلی بهش تسلیت میگم. یه تسلیت ویژه میگیم به، شاید میدونم که شاید اصلا روز اولم کنارش بودیم، ولی میخوام از طریق قاب دوربین ما هم بگم. متاسفانه چون مسافرت بودم روز اول نشد که بیام کنارش، ولی یه همچین موزلی و واقعا نمیشه آدم خیلی راجع بهش حرف بزنه. فقط امیدوارم که سیامک بشه همون سیامکی که ما همیشه میشناختیمش و همیشه بخنده و خودش همیشه کوه انرژی و منبع انرژی بود. امیدوارم که با این مصیبت کنار بیاد و همچنان ما در کنارش باشیم و لذت ببریم از رفاقت باشیم.